شهیدان، درود بر خمینی، سلام بر شهیدان، درود بر خمینی. هنده انسان برانداز امریکا همچنان آماده است تا حلقوم این ملت را باز هم بفشارد. نیشکر اولین جلسه مجلس برای بررسی کابینه پیشنهادی رجایی اواسط شهریور 59 در حال برگزاری است. نخست وزیر در سخنانش در دفاع از ترکیب کابینه با دیدی جامعه شناسانه به دو طیف مشخص در میان طرفداران انقلاب اشاره می کند. طیف اول کسانی که با روحیه انقلابی و جوان حتی اگر مسن باشند به دنبال تغییرات اساسی هستند. حقیقتش اینه که جامعه انقلابی ما از دو گروه نسبتاً مشخص تشکیل میشه. هر دو هم در متن انقلاب بودن، هر دو هم دلسوز به حال انقلاب هستند، ولی دارای دو فرهنگ و دو روانشناسی جداگانه. گروهی طبقه جوان هستند که مشخصاً لازم نیست که سنشون کم باشه، چه بسا در سنین بالا هستند ولی فکر آماده تر و جوان تر دارن. برای اینا یک حرکت انقلابی نه تنها به سادگی قابل تحمله، بلکه به استقبالش هم میرن. وقتی میگیم که باید 4 وزارتخونه رو منحل اعلان کرد، وحشت نمی کنن که خب وضع مملکت چی میشه. اینا همچنان معتقدند که در قبل از 22 بهمن حرکت کردیم که کل مملکت رو دیگرگون کنیم، و اگر الان 4 وزارتخونه رو منحل کردیم، اتفاقی که خواهد افتاد چیزی نیستش که قابل جبران نباشه. اگر در جهت حرکت تکاملی جامعه هست، عیب نداره. رجایی معتقد است طیف دوم اگرچه طرفدار انقلابند اما روحیه انقلابی ندارند. گروه دیگه که به نظر من فکرشون از نظر تشکیلات اداری در قبل از 22 بهمن شکل گرفته بود، اینها شدیداً با این حرکت مخالفن و از اینکه بیاییم حتی یک وزارتخونه رو منحل اعلان کنیم به سختی ناراحتن، و یا اینکه یک وزارتخونه رو بدیم به دست کسی که تا حالا وزیر نبوده. خب به سادگی میپرسن که تو فکر میکنی میتونه وزیر باشه؟ خب بله. همچنان که خیلی ها که وزیر شدن وزیر نبودن و وزیر شدن و کار کردن در حد توانایی خودشون و امکانات جامعه و شرایط حاکم بر جامعه بعد از انقلاب خیلی هم خوب عمل کردن. رجایی بالا بردن غیرمعقول انتظارات از دولت را اقدام خط مخالفان انقلاب برای زیر سوال بردن نظام می‌داند و تأکید می‌کند می‌خواهند با برجسته کردن انتظارات مادی فضای حرکت انقلابی را مهار کنند. هی گفتن از این که این دولت میاد همه مشکلات را حل می‌کنه، دولت میاد همه مسائل رفاهی را حل می‌کنه، دولت حق نداره نسبت به مسائل معنوی در جامعه حرف بزنه در حالی که مردم گرفتار مسائل مادی هستند، از این صحبت ها میخوان دولت رو در مقابل کوهی از انتظارات و توقعات قرار بدن، و اینکه دولت از اون هدف اصلی که داره و اون برگرداندن خط منحرف مادیگرایی، به تعبیر یکی از برادران حاضرمون، به خط اصلی انقلابه. و این هرگز به این معنا نیست که دولت معتقد از فردا کسی نون نخوره، کسی دیگه آب به خونش نخواهد اومد. نه، یک خط کلی پیدا شده در حرکت انقلابی و اون این که تمام خواستها که اگر یک کسی
حیثیت انسانیش فراموش شده و لباسش هم پاره شده، به جای اینکه متوجه حذف حیثیت انسانی اون شخصش بکنند، شدیداً به دنبال این هستن که چه انقلابی؟ تو همچنان لباس پاره‌ای که داشتی پاره تر شده که نو نشده. پس از رجایی، موافقان و مخالفان کابینه پیشنهادی به طرح دیدگاه‌ها می‌پردازند. حسن آیت به عنوان اولین موافق از اهمیت انتخاب اعضای هیئت دولت از میان تمامی احزاب در خط امام می‌گوید. احزابی که مکتبی هستند و در خط امام، از اینها باید استفاده بشه. احزابی که به طور کلی با انقلاب اسلامی مخالف نیستند ولی به ولایت فقیه و اینها هم معتقد نیستن، همینطور که ایشون اشاره کردن، باید به اونها نزدیک بود. و اون تقسیم بندی های دیگری که کرده بودند و مورد ایراد قرار گرفت. من معتقدم همینطور که ایشون گفتند، از این به بعد، چون تا حالا این اجرا نشده است، با شدت همین مسئله تعقیب بشه. ما از ابتدای انقلاب تا حالا می‌بینیم احزاب و گروه‌هایی هستند که فریادشون از همه بلندتره، انتقادات و ایرادهاشون از همه بیشتره، ولی خیلی بیش از احزاب خط مکتب و خط امام از به اصطلاح امکانات استفاده کرد. گلزاده غفوری که مخالف کابینه پیشنهادی رجایی است، بررسی دقیق‌تر کابینه را خواستار می‌شود. در رابطه با ارائه برنامه اولین هیئت دولتی که می‌خواد به عنوان متمم مدار ارگان‌های اسلامی قوه مجریه تحقق پیدا کنه و این به گردش بیفته و ما بگیم به دنیا اون اسلامی که تا حالا هی می‌گفتیم، در کتاب‌ها می‌نوشتیم و 14 قرن باهش به نام اسلام بازی شده، حالا نه، حالا اینه. بنابراین مسئله مخالفت و موافقت به اون معنا نیست که مسئله تعویق بیفته، بهتر بشه و هشدار داده بشه که نبادا مثل اونچه که در گذشته در 18 ما بود، بعد از چند ما میگیم اشتباه بود، مردم انقلاب کردند و ما نکردیم، که نهی به رهبر انقلاب است که دلسوزیش، برای اینکه او احساس مسئولیت میکنه از این همه شهید. نخستین جلسه بررسی کابینه پیشنهادی نخست وزیر به پایان میرسد. رئیس مجلس در آستانه 17 شهریور با گرامیداشت شهدای واقعی سرنوشت‌ساز 17 شهریور 57 انقلاب را مدیون خون شهدای این حماسه میخواند. رژیم منحوس پهلوی را به بنبست کشیدند. ملت ایران در آن روز نشان داد که آماده است در راه احقاق حقش از هر چیز و من جمله جانش بگذرد، و این آمادگی دل رژیم رو و اربابان رژیم رو لرزاند و مقاومت آنها رو در هم شکست. پلها رو پشت سر رژیم شکست. اون خونریزی فوق‌العاده و فاجعه وحشتناک رژیم رو در وضعی قرار داد که نمیتوانست برگردد و آشتی کند و برای پیشرفت هم ملاحظه آمادگی جنبازی ملت رژیم رو متقاعد کرد که این گونه ضربه ها نمیتواند راه بقا او رو هموار کنه. و به هر حال ملت ایران خودش رو مرهون این شهدا و این فداکارها و این خانواده های صبور که بعد از این همه مصیبت باز مردانه ایستادند و راه رو ادامه دادند میدانند. در روز جمعه 17 شهریور 1057 برخورد نیروهای مسلح و مردم بی سلاح به کشتاری انجامید که نقطه عطف انقلاب ایران شد. 3 از بچه های میدان جاله که شاهد این واقعه بودند، خاطره خود را از این روز برای این فیلم نقاشی کردند. شب 17 شهریور که همه مردم خوابیده بودن، هیچ کس تو خیابون نبود،
سرباز رو ریختن با تانکاش و اومدن تمام خیابونا رو گرفتن که فردا صبح مردم نتونن برن. سرباز های پیاده نظام هم این جلوتر رو میگرفتن تانکا عقبتر. به شهریور رفتن مردم تظاهر کنن تو خوابان جاله، سربازم اومدن که بکشنشون، گفتم برین تو خوناتون، اگه وایسین اینجا میکشونتون. تیر اندازی کردن و وقت بیشتر مردم رو کشتن، هلیکوپتر رفت بالا تیر اندازی میکردن، سربازم هم پایین. در تظاهرات 17 شهریور 57 مردم تهران که همزمان با اعلام حکومت نظامی در پایتخت برگزار شد، نظامیان پهلوی با کشتار مردم فاجعه‌ای ملی به وجود آوردند و آن روز در ادبیات انقلاب جمعه سیاه نام گرفت. امام خمینی در پیامی با گرامیداشت قیام 17 شهریور، شهادت را رمز پیروزی و دلیل نهراسیدن ملت مسلمان ایران از دشمن می‌خواند. دشمنان ملت‌های مستضعف و پیروان قدرت‌های ستمگر که برای ایجاد تفرقه بین مسلمین شیاطین خود را فراخوانده‌اند، وقتی به خطای خود واقف می‌شوند که توده‌های میلیونی مسلمین بر اساس تعالیم عالیه اسلام آنان را مفتزهانه سرکوب کنند و دست آنان را از توطئه‌های خائنانه قطع نمایند. بگذارید این توفاله‌های تاریخ به اسم اسلام بر ضد اسلام قیام کنند و به اسم قرآن کریم به قرآن خیانت نمایند. و این تازگی ندارد. اسلام عزیز از این قماش خیانتکاران بسیار دیده و همگان را به مستقر شیطان فرستاده. آن ای ملت سلحشور، برای مقابله با قدرت‌های نظامی ابرقدرتان آماده باشید. و ای قوای مسلح که سربازان اسلام و پیشمرگان هدف و نگهبان کشورید، مجهز باشید، هم به صلاح و هم به سلاح و هراس و خوف به خود راه ندهید. شما که خداوند تعالی پشتیبان و ملت بزرگ هوادار شماست، شما نصرت کنید از دین خدا و کشور توحید تا خداوند قادر نصرت دهد. 17 شهریور 59 گلزار شهدای تهران میزبان مردمی است که برای تجدید پیمان با فرزندان سرفراز ملت به بهشت زهرا آمدند. آیت الله خامنه ای در این تجمع انقلابی از تأثیر غیرقابل انکار حماسه 17 شهریور میگوید و دستاوردهای انقلاب را حاصل خون این شهدا میداند. در زیر این خاکهای تیره‌ای که امروز میعاد عاشقان شهادت و نگهبانان آزادی در این کشور است، اون کسانی قنوده اند که خود صاحبان این آزادی و تولید کنندگان این استقلال و عزت و شرف ایرانند. یادشان برای ما زنده است. اینجا مشهد جگرگوشگان ماست، اینجا قبله امید انقلاب ایران است. ای مردم، بدانید کجا نشسته اید. با آنان پیمان و پیوند خود را تجدید کنید. ملت ما و امت ما به خدا عرض می کند، ای خدای بزرگ، ای خدای شهیدان، ای خدای مستضعفان، ای خدای استکبار برانداز، ای خدای نجات دهنده مستضعفان، ای خدایی که معادله قدرت‌های جهانی بی اراده تو هیچ هست و پوچ، ای خدای شکست دهنده استکبار و کفر جهانی، ای خدای شهیدان، این قربانیان عزیز را از ما قبول کن. قبول کردی به دلیل اون که با موج خون آنان کاخ دشمن فرو ریخت. آیت الله خامنه ای با تشریح خصومت ذاتی آمریکا با اسلام و انقلاب، مردم را به استمرار هوشیاری در مقابل شیطان بزرگ فرا می‌خواند. جلاد 17 شهریور
خسرو داد امروز با فرعون و نمرود و شداد در جهنم خشم خدا همراه است. سلسله جنبان فاجعه های پی در پی و خونین، یعنی پنجه مظلوم کش انسان برانداز امریکا، همچنان آماده است تا حلقوم این ملت را باز هم بفشارد. دشمن همون دشمن است، شما هم باید امروز همون مردم باشید. امام جمعه تهران با بیان بخشی از دستاوردهای انقلاب، رجایی را شهید زنده می‌خواند و از مجلس می‌خواهد به کابینه سریع‌تر رأی اعتماد دهد. توانستیم نخست وزیر مسلمان انقلابی که خود یک شهید زنده است داشته باشیم. رجایی با شهیدان ما خویشاوندی خونی و قلبی و فکری دارد. رئیس جمهور، تقاضا کنم به این وسیله و از این تریبون که عناصر مؤمن و فداکاری رو که نخست وزیر مؤمن و فداکار احساس میکنه میتوانه با اونها کار کنه و انتخاب میکنه، هر چه زودتر مورد تصویب قرار بدهند تا مجلس رأی اعتماد بده و دولت عملا و رسما مشغول کار بشه. قرار است عصر امروز تجمعی در میدان شهدا با سخنرانی بنی صدر تشکیل شود. آیت الله خامنه ای که هوشیارانه فعل و انفعالات جبهه منحرفان را زیر نظر دارد و از برخی برنامه ریزی ها برای ایجاد دو قطبی کاذب و تشنج و آشوب با خبر است، مردم را به هوشیاری و حضور فعال در صحنه دعوت می کند. امروز عصر در میدان شهدا اجتماع بزرگ مردم شهید پرور ماست برای استماع بیانات رئیس جمهور. ممکنه کسانی امروز عصر بخوان از اون اجتماع بزرگ سوء استفاده کنن و شعارهای انحرافی بدهن. شما برادران و خواهران حتما شرکت کنید و مراقبت کنید. درود بر خمینی، سلام بر شهیدان. درود بر خمینی، سلام بر شهیدان. درود بر خمینی، سلام بر شهیدان. درود بر خمینی. توجه بفرمایید که فشار نیارید. اینجا جا کمه و ممکنه برادرای شما بعد فشار زیر دست ما برن و معلوم بشه. جمع کثیری از مردم برای تجدید پیمان با شهدای 17 شهریور به میدان شهدا آمدند. رئیس جمهور در ابتدا قدرت ملت را به رخ دشمنان می کشد. می خواستم به صدام حسین و کارتر و همه ی توطئه سازان بگویم این سیل عظیم جنسان به سوی مرزهای ایران خواهد آمد و هیچ نیروی و هیچ نیروی قادر نخواهد شد اراده این ملت رو بشکند و حاکمیت دشمنان این کشور رو بر این کشور برقرار بسازد. بنی صدر همان گونه که آیت الله خامنه ای و دیگر اصحاب امام پیش بینی می کردند، بعد از مانور بر روی رأی مردمی خود به تدریج خط امام را نشانه می رود. چطور ممکن است ملتی رأی بدهد و کسی رو رئیس جمهور بکند و امام خود این رأی رو تنفیذ کند و خود حمایت او رو واجب شرعی بگرداند و این آدم به ملت خود، به دین خود جفا کند و به راه مخالفت برود؟ وقتی بخواهند با جبسازی
رئیس جمهوری رو به کاری وادارند یا از کاری باز بدارند. طبیعتاً در اون جامعه دیگران یارای بیان نمی کنند و این شرک و کفر شروع می کند به بازگشتن. بنی صدر به صراحت از اختلاف مواضعش با امام می گوید، اما وعده می دهد خلاف خواست امام حرکت نکند. من پنهان نمی دارم، به خود او نیز گفتم، مسائلی هست که من در باره آنها جور دیگر می اندیشم، اما هیچ زمان نمی شود که من رأی خود رو بر رأی او رجحان بدهم. بنابراین از خودم مطمئنم، اما از دل امام هم مطمئنم. من می دانم که دل او نیست به فرزند خود علاقمند است. جهتگیری بنی صدر درباره مجلس با نوعی خشم و غضب همراه است. او با متهم کردن برخی نمایندگان آنها را مانع تصمیم گیری صحیح مجلس می‌خواند. ما هیچ نگرانی از مجلس نداریم. ما خوب می‌دانیم که اگر مجلس را به حال خود بگذارند، اگر کسانی به خود نباورانند که قیم مجلسند، مجلس دلیلی ندارد به راه مخالفت برود و رئیس جمهوری دلیلی ندارد که با مجلس مقابل بشود. بنی صدر رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشانه تأیید همیشگی خود در افکار عمومی می‌داند و معتقد است اگرچه نمایندگان مجلس هم با رأی مردم انتخاب شده اند، اما نباید با برنامه‌های او مخالفت کنند. مگر نه همه ما به رأی شما مردم انتخاب شده ایم؟ شما از این رأی مقصودتون این بوده است که ما با هم ضدیت بکنیم؟ شما منظورتون این بوده است که برنامه‌هایی که رئیس جمهوری به هنگام انتخاب عرضه کرد به دور انداخته شود و یک برنامه‌های مخالف اون برنامه‌ها به اجرا درآید؟ بنی صدر به تدریج جلوتر می‌رود و در اقدامی عجیب و نامتعارف، آن هم در شرایط ملتهب کشور، مخالفانش را به تجمع در مقابل دفتر ریاست جمهوری فرا می‌خواند. آیا رئیس جمهور نمی‌داند این تجمع یا تجمع متقابل موافقان او ممکن است به درگیری منجر شود؟ در ذهن رئیس جمهور واقعاً چه می‌گذرد؟ من از آنها که با من بودم، بر من شدم، مخالف شدم، از اونها دعوت میکنم روز جمعه صبح ساعت 9 صبح در جلو نخست وزیری جمع بشم تا من ببینم اونها چرا موافق بودن و چرا مخالف شدن. رئیس جمهور در التهاب آفرینی باز هم جلوتر می رود و به قول خودش دست به افشاگری می زند و جمعی از اصحاب امام را تلویحاً به دیکتاتوری متهم می کند. اینک نوبت آن است که به افشاگری های واقعی بپردازم. در کشور ما راست است، اختلاف در دید هست، اختلاف در روش هست. یک نظریه وجود دارد، اون نظریه بر این است که باید یک اقلیت منسجم در خطی حاکمیت کامل برقرار کند. بنی صدر برای مجلس نیز شاخوشانه می کشد و با تضعیف کابینه پیشنهادی نخست وزیر نمایندگان مردم را تلویحاً تهدید می کند. با توجه به آنچه گفتم، من در انتخاب وزیران و در ترکیب دولت به دنبال حد اکثر صلاحیت نرفتم.
برای اینکه نشان بدهم کمال علاقه را به همکاری با مجلس دارم. غیر از این اونهایی که موافقت کردم اونها کسانی نیستند که من اونها رو 100% در خط بدانم، به حد اقل قانع بودم و خواستم حد اکثر تفاهم رو به وجود بیاورم. اینها گفتن که به راه شور و تفاهم خواهند رفت. صمیمانه آرزو میکنم این طور باشد، اما اینک در حضور شما میگویم اگر برخلاف وعده ای که گفته و نوشتند عمل کردند، من یک لحظه درنگ در بیان آن به مردم به خود را نخواهم داد. بنی صدر که ظاهراً با استناد به رأی 11 میلیونی خود همه قدرت را می‌خواهد و رئیس جمهور را در رأس امور می‌داند، صدا و سیما را نیز هدف قرار می‌دهد. بعدها فاش می‌شود منافقین نیروهای خود را برای حضور در بین مردم و تشویق و تحریک بنی صدر به تشنج آفرینی بسیج کرده بودند. من نه ساکت می‌شوم، من از زیر بار می‌روم. این مردم که شمایی، این مردم تهران امروز گواهی می‌دهد که با روش تحریک‌آمیز رادیو و تلویزیون مخالف است.